با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و با عرض معذرت از علیرضا که مجبور شد یک کلیپ بعد پکیج آگهی‌ها بذاره تا ما برسونیم. این روزها نمیدونین چه هاد و وادوهایی داریم به خاطر شبه عید، البته خدا رو شکر، ولی چندین موضوع با هم مخلوطه و خیلی سخته. ما که حالا در هفته یه برنامه کوچولو داریم، من حالا میفهم آقای شبخیز چه میکشد که هر روز ده ها برابر وظایف کارهایی که ما در دبی داریم و در آمریکا دارن و جلوی دوربین هم باید باشن با برنامه های آماده. به هر حال خسته نباشن همگی. در آغاز برنامه در 17 جوساب در تاریخ 15 اسفند ماه و 6 مارس 2010 17 برنامه جوساب رو در خدمت شما عزیزان هستیم، با تشکر از رسول عزیز در اتاق فرمان دبی و علیرضای بسیار عزیزمون در آمریکا در MCR و همینطور با تشکر از بچه های پشتیبانی و تامین برنامه دبی، امیر حسین و فرزانه و دیگر همکارانشون که کمک میکنن متریال این برنامه رو به قول معروف آماده میکنن برای ما. عرضم به حضورتون آغاز برنامه بد نیست اگه رسول عزیز موافق باشه و همینطور امکانات فنی ما اجازه بده یه سری به وبسایتمون بزنیم، برای اینکه یک خبری هم برای شما عزیزان دارم در وبسایتمون. وارد وبسایت ما itngroup.tv وقتی میشید خب اطلاعات همیشگی رو داشتید، ولی این بار چون به خاطر برنامه‌های نوروزی هست با این صفحه مواجه میشین. البته ممکنه خیلی خوب در صفحه تلویزیون نبینید، ولی یک ورودی داریم که بله دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید. اون بالام که میزنه 14 روز و 12 ساعت و 27 دقیقه و 14:13:12 ثانیه همینطوری کم میشه تا به سال نو. ساعت سال نو رو وقت ایران، تهران و شهرهای مهمی که ما باشون سر و کار داریم و شما بینندگان عزیز اونجا بیشتر هستین بهتون نشون میده. و وقتی بیایم پایین ما یه مسابقه عیدانه گذاشتیم اینجا براتون که دوستان فرصت دارن تا 8 فروردین این مسابقه عیدانه ما رو پاسخ بدن از طریق ایمیل و کلیکی که میکنن. بله سوال این هست، نام کشور عزیزمان ایران به چه معناست؟ بله یه سوالی است که از شما عزیزان داریم که نام کشور عزیزمان ایران به چه معناست. شما می‌نویسید و اسمتون، ایمیل و تلفنتون رو می‌ذارین و کمپانی انجلز جایزه اهدا می‌کنه به برندگان که همون 8 فروردین در خدمتون قرعه‌کشی خواهیم کرد. وقتی پایین‌تر بیایم سایتو اطلاعات مفید دوستان عزیزی که میخوان در نوروز به دبی بیان و اینجا میتونن پیدا بکنن، اطلاعات مفید جهت مسافران دبی، هم آب و هوا رو میگه. مثلا همین الان ساعت 20:41 طبق این ساعت اینجا هوای دبی 22 درجه سانتیگراده و میتونین اینجا کلیک کنین فورکست بهتون میده روزهای آینده چه چیزی هست. همینجا که من تکون دارم میدم این وروجکو، بعد اطلاعات مسافری لازم رو بهتون میده، نقشه مراکز خرید دبی، راهنمای حمل و نقل شهری، فیلمایی که در حال پخش در سینما هستن و کلینیک پزشکی فارسی زبان. بله اگر کلیک بکنین، حالا انشالله که همیشه سلامت باشین و هیچ موقع مسئله‌ای نداشته باشین و همیشه سالم باشید و برای تندرستی و ویتامین گرفتن و به هر حال چک و کنترل دوره خودتون به کلینیک‌های پزشکی مراجعه کنین. ولی اون بخش اگر کلیک بکنید، کلینیک پزشکی ایرانی رو، به کلینیک آریا وصل میشید، aryaclinic.com که پزشکان مجرب ایرانی در اونجا در خدمت شما عزیزان هستن با کلینیک‌های تخصصی مختلف. این از بحث وبسایتمون و سال جدید. بریم به روال برنامه، یک میوزیک ویدیو با هم دیگه ببینیم از مویی که برامون زحمت کشیده و ارسال کرده. بقیه دوستان عزیزم که ویدیو کلیپاشون از طریق وبسایت ما برامون لینک بدن حتما به تدریج و به نوبت در برنامه پخش میکنیم. ایرانیان عزیز در سراسر جهان با هم ویدیو کلیپو تماشا کنیم. To move and making love.
baby do I saw you called you now weeks after April Fool started on the neck then went down 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 ushers for CD playing in the background drinking on crystal with the juice 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 it's fun now while we need to not tomorrow on the news I'm rocking your body from London to Tokyo Until your back hurt, turn me on. Reboot my system. Send me to space, baby. Push ignition. Daddy, better let you know that I never wanna let you go. Rocking just a pair of socks. You hotter than Megan Fox. See بله بسیار زیبا بود مویراک بیبی جون کلیپ قشنگی بود که به دست ما رسیده بود ما آماده ایم که کلیپ های شما عزیزان رو در برنامه جوساب پخش بکنیم مادامی که کلیپ های شما ایرانیان عزیز به دست ما برسه و ویژگی های خوبی کیفیت خوبی مثل این کلیپ داشته باشه برای جمع جور کردن کلیپش و بقیه قصه‌هاش حتما پخش میکنیم ترجیح میدیم به کلیپ های خارجی ولی هرگاه که کلیپ غیر ایرانی پخش میکنیم بدونین که کلیپ استانداردی که مناسب با برنامه باشه به دستمون نرسیده خب بریم سراغ رئیس پلیس دبی آقای خلفان ببینیم چه گفته این بحث ترور آقای فرمانده حماس فرمانده نظامی حماس کماکان در سطر اخباره آقای خلفان میگوید که آژانس اطلاعاتی موساد اسرائیل با دبی و کشورهایی که از گذرنامه‌های جعلی کشور آنها در عملیات ترور فرمانده نظامی حماس در ماه گذشته استفاده شده برخوردی توهین‌آمیز داشته و خیلی معترض بوده به برخورد اسرائیل و میگه این بسیار زشت برخورد کرده چه با ما چه با کشورهایی مثل انگلستان، استرالیا، آلمان، زلاند نو و کشورهایی که از پاسپورت های اونا استفاده شده و نهایتا البته دودش به چشم دو پاسپورت ها داره میره چون اعلام کرده ما به دارندگان گذرنامه های دوگانه هنگامی که با استفاده از گذرنامه های اروپایی به کشور می آمدند احترام می گذاشتیم و با آنها همچون اروپایی ها برخورد می کردیم ولی در آینده با کسانی که تابعیت دوگانه دارند به ویژه اسرائیلیان بسیار با دقت برخورد خواهیم کرد و بر صورت بسیار ناراحتن از برخورد مقامات اسرائیلی مقامات اطلاعاتی اسرائیلی موساد در مواجه شدن با این موضوع که در صدر اخبار جهان کماکان قرار داره بله بعد از قضیه آقای خلفان و این بحث از دبی دور نشیم در دبی چند روز گذشته اجلاسی برپا شد و در این اجلاس که کشورهای حوزه خلیج فارس حضور داشتن از جمله امارات
مطرح شد که باید فعالیت های مشترکی داشته باشن و هماهنگی هایی با هم دیگه داشته باشن برای مسائل زلزله شناسی. و سخنگوی مرکز ملی هواشناسی و زلزله شناسی در ابوظبی گفت که انتظار ما این است که تمام تلاش های ما منجر به توافق در این زمینه گردد و این شبکه یک ارزیابی اولی از خطرات لرزه‌ای در منطقه را فراهم کنه. بر صورت این کشورها به این فکر افتادن که در کنار همدیگه بتونن در شورای همکاری خلیج فارس قدم‌های مؤثری بردارن برای جلوگیری از تهدید احتمالی زمین لرزه و که بتونن با کمک همدیگه و شبکه‌های لرزه‌نگاری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بتونن برنامه‌هایی رو تنظیم بکنن که زودتر مطلع بشن از مسائل زلزله‌ای، به خصوص با این حوادثی که ظرف این ماه‌های اخیر در جهان رخ داده، از هایتی گرفته تا شیلی و ژاپن و بقیه قصه‌هایی که بوده در مورد زلزله. امیدوارم که هیچگاه رخ ندهد. البته من شنیدم که دبی در خط زلزله قرار نداره، وگرنه این شهر عمودی با مشکلات زیادی مواجه میشه. از دبی یکم بریم اونورتر، بریم به طرف شارجه. میدونین که به خاطر بعضی از جهات نرخ قیمت بلیط ها خیلی ها استفاده میکنن از بلیط هواپیمایی که به مقصد فرودگاه شارجه میان، اگرچه مقصدشون نهایتا در دبی هست. و شارجه باز تصاویری که مشاهده میکنید اومده پیش بینی کرده و خدمات جدیدی رو در فرودگاه بین المللی شارجه گذاشته و یک ایستگاه هم در القصیص خواهد داشت و اومدن از سه‌شنبه هفته پیش این مسیر اتوبوس های جدید رو راه اندازی کردن که تا ایستگاه مترو راشدی دبی رو پوشش میده. بنابراین کسانی که به شارجه میان میتونن با استفاده از این خط اتوبوس رانی که 10 درهم هم قیمتشه خودشون رو به شبکه مترو دبی برسونن در ایستگاه راشدیه و از اونجا به راحتی به دبی دسترسی داشته باشن. این مسیر مسیر 111 است و از فرودگاه بین‌المللی شارجه شروع میشه و قبل از رسیدن به مقصد نهایی خودش در ایستگاه راشدیه هم یک نیش ترمزی به قول بچهای خطی ایرانی میزنه در القصیص. این اتوبوس از 5 صبح تا 10 شب کار میکنه، بنابراین ایرانیانی که به دبی میخوان بیان ولی از خطوط هوایی که به شارجه مقصدشون است و به فرودگاه شارجه میان جوری تنظیم بکنن پروازشون که قبل از 10 شب بتونن از این خط اتوبوس 111 استفاده کنن، برسونن خودشو به مترو دبی که اونم 11 شب ساعت کارشه غیر از ایام تعطیل و از اونجا دسترسی داشته باشم به نقاط مختلف. در قسمت پایانی این بخش از برنامه جوساب میرسیم به استادی دشیوئی و آنوشکا که اطلاعات جدیدی در مورد تحصیل در امارات رو در خدمت شما عزیزان قرار میده و بعد اون با هم آگهی ها رو میبینیم، میایم قسمت دوم برنامه. ما هم تو این وسط بریم برسیم به کارهای عقب افتاده تو این یوروپ. میبینم اتون. با یکی دیگه از برنامه های صدشیوئی از جوساب در خدمتون هستیم. این هفته میخوایم در رابطه با هفته گذشته که در مورد MBA صحبت میکردیم ادامه بدیم بحثمونو و اینکه یک سری دانستنی های در مورد MBA برای شما بگیم. اولین چیزی که خیلی برای خود منم جالب بود این بود که MBA پرهزینه ترین رشته دانشگاهی در خارج از کشوره و هزینه سالانه اون در برخی از دانشگاه حتی به 70,000 دلار در سال میرسه. و دیگه اینکه MBA در دانشگاه هاروارد تنها رشته‌ایه که به دلیل اطمینان از اشتغال خوب فارغ التحصیلان آن در آینده تحت پوشش کامل وام سیتی بانک قرار گرفته و دانشجویان میتونن کلیه هزینه‌های تحصیلی خودشون رو از اونجا تأمین کنن.
و دیگه اینکه اکثر دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپا به دلیل تقاضای بسیار بالای داخلی به اتباع خارجی جهت MBA خیلی کمتر پذیرش میدن. خب این مطالب خیلی جالبی بود در مورد MBA و دیگه اینکه اینو باید بدونین که حتما کل دروس، کلاس‌ها و تحقیقات ارائه آنها باید به زبان انگلیسی باشه. حتی در کشورهای مانند فرانسه، آلمان و روسیه با تمام تعصباتی که روی زبان اصلیشون دارن، MBA به زبان انگلیسی تدریس میشه. حتی اگر تمام درس‌ها و مباحث هم مشابه باشه ولی زبان تدریس و تعلیم انگلیسی نباشد، رشته تحصیلی دیگر MBA نیست و از نظر حرفه‌ای MBA محسوب نمیشه. و خصوصیت بارز دیگر MBA اینه که علاوه بر درس‌های تئوری باید همراه با تحقیق که همون کیس استادی هست و بازی‌های تجاری، بیزنس گیمز و ارائه نتایج در قالب پرزنتیشن و معمولاً با تز و کارآموزی می باشد. که این فکر می‌کنم مثل رشته پزشکی هم به همین صورته که هم کیس استادی دارن، هم تز دارن و همینطور کارآموزی. و مباحث یک برنامه MBA باید مرتبا مورد بازبینی و نوسازی قرار بگیره تا دانشجویان بتونن با آخرین نیازها و دستاوردهای علم مدیریت آشنا بشن. خب اینم در مورد MBA که براتون گفتیم. در آخر برنامه هم از اسپانسر برنامه مون دانشگاه کانادایی در دبی تشکر میکنیم و در برنامه هفته آینده میپردازیم به رشته تحصیلی MBA در این دانشگاه که در واقع در دبی هست. شما هم میتونین به وبسایت این دانشگاه مراجعه بکنید و همینطور تماس بگیرین با این دانشگاه با مشاور فارسی زبان خانم لاله و اطلاعات لازم رو به دست بیارین و ببینین که چطوری میتونین برای پذیرش اقدام کنید برای رشته MBA. خب اینم از برنامه این هفته ما. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر سوال یا ایمیلی دارید به برنامه ما info@study-ui.com ایمیل بفرستین و همینطور برای دیدن برنامه قبلی و دیگر اطلاعات لازم به وبسایت ما study-ui.com مراجعه کنید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز در کشور عزیزمان ایران و سراسر جهان. دومین بخش از 17 قسمت جوساپو در خدمت شما عزیزان هستیم. در تاریخ 15 اسفند ماه 1388 چند گامی بیشتر به پایان سال باقی نمونده و 6 مارچ سال 2010. من خیلی کوتاه یه بار دیگه از شما دعوت میکنم که حتما طی این ایامی که وقت دارید به وبسایت ما سری بزنید، به www.itngroup.tv. از رسول عزیز خواهش میکنم که همزمانم درج بکنه، محبت میکنه موقعی که تصویر به استودیو برمیگرده. شما موقعی که به وبسایت ما itngroup.tv یا itngroup.me وارد میشید، اولا میتونید اطلاعات کامل بگیرید در مورد اینکه به وقت کشورهای مختلف
سال تحویل کی هست و اطلاعات خیلی خوب مفیدی میتونید داشته باشید برای کسانی که به دبی میخوان بیان برای ایام نوروز. این پایین هم یه تقویم بسیار زیباست همونطور که مشاهده داریم میکنین که خیلی جالبه. وبسایت سر بزنید اطلاعات بیشتری پیدا میکنید و مهمترین مسئله حتما به قسمت مسابقه عیدانه اینجایی که الان دارم خدمتون نشون میدم سبز رنگم هست و روشن میشه وقتی با میرین سراغش، به سراغ مسابقه عیدانه که برید براتون صفحه جدیدی باز میشه که در این صفحه سوال ما مطرح شده و شما میتونید پاسخ سوالتون رو درج کنید، بنویسید و با اسم کاملتون، ایمیل آدرستون و تلفنتون سابمیت کنید. برای 8 فروردین در مقابل همین دوربین برنامه زنده آن کسانی که پاسخ صحیح رو دادن انتخاب برنده میشن و اسپانسر جایزه این بخش از برنامه ما شرکت انجرز هست که عرضه کننده سه شورای یونایتد و گنهای انجرز و محصولات آرایشی و پیرایشی مربوط به مو به خصوص هست جایزه رو به عهده گرفتن. نهایتا سوال ما این هست، وارد وبسایت بشید میتونید ببینید همونجا هم باید جواب بدید که نام کشور عزیزمان ایران به چه معناست، ایران چه معنایی داره. خب بعد از این قسمت پیشنهاد میکنم که برنامه تست درایو رو با هم دیگه ببینیم و من یک اطلاع جدیدی هم که آقای راهنورد به ما خبر دادن، البته تو برنامه آقای شبخیز هم اطلاع دادن، به سمع و نظر شما برسونم همزمان با معرفی این مرسدس جدید تست درایو. بله، این بنز زیبایی که دیدید و مشاهده کردید و همکنون که میبینید بر این پل بسیار زیبا روی سد در حقیقت به نظرم داره حرکت بکنه چیزی نیست جز مرسدس بنز ای کلاس 2010. بسیار اتومبیل زیبا و مهمترین تغییر صورت گرفته در این اتومبیل فرم بدنه سدانه که به استیشن واگن تبدیل شده. یک ترکیب خیلی جالبی به وجود آورده و این باعث شده که این مدل ای کلاس به یکی از جادارترین اتومبیل‌ها در این کلاس تبدیل بشه. چهره کلاس ای با این شکل بدنه استیشنی به یک شکلی ترکیب شده و یه هماهنگی دوچندانی پیدا کرده و ناخودآگاه ما رو به یاد مرسدس بنز های دهه 50 و 60 میلادی میندازه. میتونید با شرکت راهنوردموتورز.com در حقیقت به این وبسایت و یا با شرکت راهنورد موتورز تماس بگیرید با 2097509809599 و شرایط ورود این اتومبیل رو جویا بشید برای ایران، چه جزء اتومبیل‌های مجاز به ایران باشد و چه جزء اتومبیل‌هایی که با شرایط خاص میخوان وارد بشن، شرکت راهنورد به شما کمک میکنه. بینندگان عزیز مطلع باشید که بیشتر مجوزهای اتومبیل که برای ورود به ایران صادر شده 29 اسفند سال 88 یعنی کمتر از 14 روز دیگه این مجوزها ابطال میشه و فرصت بسیار کمی شما دارید برای اینکه اتومبیل مورد نظرتون رو وارد ایران بکنید. طبق اطلاعی که آقای راهنورد دادن، سامانه اینترنتی اداره بازرگانی تا 20-21 اسفند بیشتر نمیپذیره ثبت سفارش. پس شما دوستانی که قصد دارید حتی ظرف 4-5 ماه تا قبل از 6 ماه آینده اتومبیلی وارد ایران بکنید، حتما با راهنورد تماس بگیرید تا ترتیب ثبت سفارش شما رو بده. یعنی به نوعی بوکینگ میکنید، رزرو میکنید و این اجازه رو برای خودتون محفوظ میکنید که این اتومبیل رو وارد کشور ایران بکنید. بسیار اتومبیل جادار و زیبایی هست با تودوزی و صندلی‌های بسیار شیک و بسیار جادار و 9 تا ایربگ داره این اتومبیل ای کلاس و در کنار سیستم‌هایی مثل ترمز ضد قفل ABS و یا پایداری الکترونیک، اتنشن
اسیست داره، یعنی اگر حس بکنه که راننده حواسش پرت شده به اون هشدار میده. دیسترونیک پلاس هم داره، یه نوع کروز کنترل فعال داره که به پری سیف سیستم معروفه، یعنی در مواقع اضطراری به طور خودکار ترمز میکنه. این اتومبیل در 3 نوع موتور دیزلی و 2 نوع موتور بنزینی به فروش میرسه و شامل مدل های مختلفی در نوع ای هستش، از E350 تا E500 در انواع بنزینی و از E250 و E350 در نوع دیزلیش، و در نیمه اول سال 2010 هم با موتورهای جدیدی از بین 134 تا 268 اسب بخار در انواع بنزینی و دیزلی عرضه میشه. با همدیگه تصاویری رو ببینیم و یه لذتی هم ببریم. منم یه مقدار این تصاویر رو در کنار شما دوستان ببینم. بله، از ویژگی‌های دیگه همین چراغ‌های LED هست که در پشت و جلوی اتومبیل هم بسیار زیباش کرده و هم خیلی خاص. چراغ‌های LED بنز ای کلاس، ای مخفف همون اکونومیکه، یعنی اقتصادیه. بنز این مرسدس از نوع اقتصادی هست، مرسدس ای هست، ای کلاس. خب حالا که تو اتومبیل بودیم و صحبت‌های در مورد اتومبیل کردیم، بریم حالا یه سری هم به قایقرانی بزنیم، ببینیم بوت شو چه خبر داشته در دبی و چه خبر خواهد داشت در حقیقت، و نمایشگاه بین‌المللی قایقرانی دبی و تصاویرش رو با هم ببینیم تا من توضیحاتش هم خدمت شما عزیزان بدم. بله، نمایشگاه بین‌المللی قایقرانی دبی که به DIBS معروفه، مهمترین رویداد خودش در خاورمیانه و شبه قاره هنده. ده ها هزار بازدیدکننده در هر سال و چندین برنده جایزه این نمایش رو به یکی از برجسته ترین رویدادها در بین 5 نمایش بین‌المللی قایقرانی در جهان تبدیل کرده. DIBS مفتخره که به عنوان نمایشگاهی معتبر از جانب شرکت‌های مختلف در جهان انتخاب شده و جایگاهی برای به نمایش گذاشتن جدیدترین محصولات این شرکت‌ها هستش. یکی از نادرترین نمایشگاهی هم هستش که صاحبان کالا، یعنی قایق‌ها، بوت‌ها، اکسسوری‌هاشون رو میتونن به فروش بذارن و در نتیجه بازگشت هزینه سرمایه‌گذاری خودشون رو با شرکت در این نمایشگاه دارن. این نمایشگاهی که از 3 روز دیگه از 9 مارس تا 13 مارس در هتل مینا سیاهی در منطقه جمیرای دبی برگزار میشه، 18مین سال برگزاری خودشو تجربه میکنه و با هم تصاویری از این مسابقات قبلی ضبط شده قبلی رو میبینیم. امیدوارم که بتونیم به همراه دانای عزیز، همکار خوب غیر ایرانی ما که این ایونت ها رو برای ما گزارش میگیره، گزارش هم از این بوت شو برای شما بگیریم، چنانکه از فرمول 1 دانا از ابوظبی برای ما گزارش زیبایی تهیه کرده بود. تصاویر با هم ببینیم چند لحظه که مونده. بله، دوستان عزیزی که علاقمند هستن که این مسابقات رو ببینن و خیلی چیزای جانبی داره. من 2-3 سال پیش به دعوتی که دوستان بسیار عزیزمون در دبی، آقای شایگان، به یکی از این مسابقات رفته بودیم، همین مینا سیاهی هم رفته بودیم، همین محل برگزاری که الان 18مین ماه 18مین دورش برگزار میشه. دوستان عزیز میتونن از 9 مارس مراجعه کنن به محل هتل مینا سیاهی و ترتیبات درخواست ورودشون رو بدن. خب اونایی که فیلم دوست دارن، من براشون اول یه داستان اول تعریف کنم خیلی کوتاه. ما هر بار که از یه فیلمی تعریف میکنیم خورسته جف خودمونم میگیره با همه این بیوقتی و گرفتاریه که شما باورتون نمیشه.
این امیر حسین پسر من میدوزه منو در حقیقت تو سینما میشینه رو صندلی، بعض وقتا موبایل هم ازم میگیره که رو سایلنت هم نتونم اسمس بزنم و با بلک بری ایمیل هم جواب بدم. این فیلم مای نیمیز خانو که هفته پیش براتون تعریف کردم رفتیم ما دیدیم که میگه مای نیمیز خانن I'm not a terrorist، یه مسلمونه. خیلی فیلم جالبی، اونا که دبی هستن پیشنهاد میکنم حتما برن ببینن. حالا یه فیلم جدیدی رو میخوام به تو معرفی بکنم، اونا که اهل سینما هستن و یا در دبی زندگی میکنن یا برای مسافرت به دبی میان، فیلم کاپ آوت رو حتما ببینن که از 11 مارچ به روی صحنه میاد. صحنه‌هاش رو با هم دیگه ببینیم تا من توضیحات لازم و خدمت شما عزیزان بدم. From Warner Brothers Pictures, the studio that brought you the acclaimed police dramas Dirty Harry, Training Day, and The Departed, comes a film that carries on the tradition. I'm going undercover. Doubtful? Yes, I'm doubtful. بله، آقای بروس ویلیس رو مشاهده میکنید. آقای بروس ویلیس در این فیلم کاپ آوت که همون میشه جا زدن، به معنی خودمون یه جورایی جا زدن میشه، فیلمی هست کاپ آوت به کارگردانی کوین اسمیت و که راب کولن و مارک کولن رو نوشتن. 11 مارس روی اکران میاد. از نوع اکشن کامیدی کرایم هست این فیلم و یک فیلم جالبیه که در مورد یک پلیس کهنه‌کاریه که بروس ویلیس نقش این پلیس رو بازی میکنه که تو فیلم به نام جیمی مونروه هست که این برای NYPD کار میکنه، نیویورک پلیس دیپارتمنت، پلیسی که در نیویورک کار میکنه و کارت بیسبالی داره که بسیار نادره و توسط شان ویلیام اسکات به سرقت میره که شان ویلیام اسکات در نقش دیو بازی میکنه. و به هر حال تصمیم میگیره این آقای بروس ویلیس که حالا اسم فیلمشو بگیم جیمی مونروه، تصمیم میگیره که با تریسی مورگان که همون پاول هاگز باید باشه با همدیگه این کارتش رو از این دزده بگیرن. این کارتای بیسبال هم داستانی داره در آمریکا، ما نداریم مشابهشو و در ایران نداریم، میخوام من مشابهشو بگم مثل چیه، ولی این کارتا ارزشمنده، بعضیش بسیار نادره و ارزشمنده. تصاویری با هم ببینیم، حالا من توضیحاتو بعدا خدمتتون میگم. Keep going, man. I'm cheating. Okay, here we go. Whoa, 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 whoa. Come on. Cop out. Knock, knock. No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. No. No, no, no. No. Hell no. 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 I refuse. No. No. Who's there? Bale. کاپ آوت، دوستانی که علاقمند باشن میتونن این فیلمو در سینماهای دبی ببینن. تمام مراکز خرید دبی از دبی مال گرفته که بهترین سالن‌های سینما رو داره به نظر من در دبی، بهتر از همه سالن‌های دیگه است، تا ابن بطوطه، مال آف امیریتس، سیتی سنتر، اینا همشون سالن‌های پخش فیلم خیلی خوبی دارن. ولی یک گروه جدید اومده به نام ریل سینما که همونی که در دبی مال هم این سالن و مدیریتشو به عهده داره، به زودی هم شعبش در مارینا مال دبی که در دل دبی مارینا افتتاح شده این مال، این مرکز خرید، فکر کنم به زودی هم سالن سینماش هم افتتاح بشه. من ریل سینما رو بیشتر میپسندم تا بقیه کمپانیای دیگه، خیلی راحت‌تر و بیشتر به فکر تماشاچی هستن و تحصیلات که داره. خب در قسمت پایانی دومین قسمت از جوساپ 17 هم یک میوزیک ویدیو بعد ببینیم، اگه اشتباه نکنم از پوسی کت دارز بعد باشه، رسول جان فکر میکنم درسته؟ بله، از پوسی کت دارز هست. با هم دیگه این ویدیو رو میبینیم، برمیگردیم به آمریکا لس آنجلس تا قسمت سوم رو در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. پوسی کت دارز.
petty is how I feel it. This beat was heavy, so heavy, you gon' feel it. بله بینندگان عزیز، در سومین بخش از برنامه جوساپ این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. بیدرنگ میریم به سراغ حمید محسنی که از ماورای بهار برای ما برنامه آماده میکنه و میفرسته تا انشالله به هرچه زودتر زنده در مقابل دوربین کبابش بکنیم. با هم دیگه تجارت نوین رو ببینیم به اسپانسری سینلون گروپ و برمیگردیم به استدیو مجدد. سلام، خیلی ممنون که بیننده برنامه تجارت نوین از جوساب هستید. یک برنامه دیگه ای از تجارت نوین رو در خدمت هستیم. در این برنامه و برنامه های بعدی قصد ما بر اینه که با شما در مورد تبلیغات صحبت کنیم، تبلیغات اینترنتی و به طور کلی تبلیغات نوین. در برنامه های گذشته ما به طور کلی در مورد ای بیزنس با شما صحبت کردیم، اینکه ای بیزنس چه نوع تبلیغاتی رو میطلبه و آیا تبلیغات سنتی آیا جوابگوی ای بیزنس هست یا نوعی دیگه ای از تبلیغات مورد نظر هست یا موارد اینچنینی. به طور کلی تبلیغات سنتی که ما صحبت میکنیم و به طور کلی تبلیغات امروزه بر مبنای یه سری اعداد و ارقام، یه سری فرمول ها و یه سری مواردی که حالا به صورت علمی اون رو دنبال میکنن مورد نظر هست. اینکه ابتدا میان خدمات خودشون و فروش خودشون و کالای خودشون رو تعریف میکنن، به کسی که مسئول یا مدیر تبلیغاتشون هست ارائه میدن و بر اساس اون یک برنامه تبلیغاتی مناسب اون خدمات، اون کالا و اون کارخونه یا تولیدی قرار میدن و از اون در میارن. برای ما هم به عنوان مثال در قسمت IGN گروپ، در قسمت ادورتایزینگ، برای ما خیلی راحت‌تر هستش که برخورد میکنیم با این نوع
کسایی که میان به ما تبلیغات بدن، یعنی تکلیفشون مشخصه، واجدشون مشخصه، میدونن چه مارکتی رو میخوان به دست بیارن، نوع فیلم یا فیلم تبلیغاتی که میخوان بسازن مشخصه و از قبل هم میدونن که باید روی چه رده سنی کار کنن و در واقع استراتژی تبلیغاتیشون رو مشخص میکنن. ولی خب حالا ممکنه اون بازخوردی که تبلیغات تلویزیونی داشته باشه خیلی بهتر و کاملتر از تبلیغات اینترنتی باشه. مهمترین بخش دیگه‌ای که توی تبلیغات اینترنتی هست هزینه‌اش هست. ممکنه هزینه تبلیغات اینترنتی خیلی پایین‌تر از تبلیغات تلویزیونی ما باشه که قاعدتاً هم همینطور هستش. سومین مطلبی که تبلیغات اینترنتی جوابگوی متقاضیان این نوع تبلیغات هست این که در همون لحظه میتونن هدف و تارگت خودشون رو مشخص بکنن. به عنوان مثال اگر قصد فروش کالایی رو دارن، اگر کسی همون لحظه دوستان اون کالا بود، مورد پسندش واقع شد اون کالا، اون خدمات، به راحتی میتونه ارتباط برقرار کنه و اون کالا رو بخره، بوک بکنه، رزرو بکنه یا هر کاری که تو این زمینه‌ها اون خدمات و اون امکاناتی که اون وبسایت قرار داره بهش بده. اما این به تنهایی البته تبلیغات اینترنتی و تبلیغات مبتنی بر وب به تنهایی جوابگو نیست. باید همونطور که گفتیم باید یک پکیج تبلیغاتی داشته باشیم. ما از این رو وبسایتی رو راه اندازی کردیم تا بتونیم در واقع خودمون رو آزمایش بکنیم که ببینیم که این نوع تبلیغات چه کمکی میتونه به روند بهبود و فروش کالا و خدمات مشتری ما بکنه. ما سایت تجارت.تیوی www.تجارت.تیوی دبلیو مثل اینکه بود زیاد گفتم تجارت.تیوی میتونه مقیاس خوبی در جهت این نوع تبلیغاتی که ما مد نظرمون هست داشته باشیم. یعنی ما تبلیغات تلویزیونیمون رو آوردیم در داخل وبسایتی به نام تجارت.تیوی قرار دادیم که انشاءالله با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون تموم شد در برنامه بعدی و بعدها بیشتر در مورد سایت تجارت.تیوی با همدیگه صحبت می‌کنیم و بیشتر در مورد اینکه تبلیغات اینترنتی چیکار بکنیم که بهتر باشه و بهتر نتیجه بگیریم با همدیگه صحبت می‌کنیم. مرسی که برنامه ما رو ملاحظه فرمودید. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار. بسیار خوب، این هم است تجارت نوین از حمید محسنی عزیز. بسیار متشکرم. یک خبری از ابوظبی میخوام خدمتون بدم در این بخش از برنامه. 20مین نمایشگاه کتاب ابوظبی در ابوظبی افتتاح شد و فردا آخرین روزشه. دوستان فرهنگ دوستی که میخوان از این نمایشگاه بازدید کنن فردا میتونن به ابوظبی مراجعه کنن، بله، ابوظبی بوک فیر، و این 20مین نمایشگاه کتاب ابوظبی رو ببینن. در این نمایشگاه 637 ناشر از 52 کشور شرکت کردند و این در حالی که در سال 2006 فقط 25 کشور شرکت کرده بودند. به گفته محمد خلیف المزروی، رئیس اداره فرهنگ و میراث ابوظبی، حضور ناشران 32% نسبت به سال قبل افزایش داشته و فضای فیزیکی نمایشگاه هم 50% رشد کرده. نمایشگاه کتاب ابوظبی فردا آخرین روزش رو سپری میکنه. عزیزانی که میخوان برن میتونن مراجعه کنن و کتاب های کمیاب و پرارزشی رو به نمایش گذاشته. یک خبر جانبی دیگه این هستش که کمک 4 میلیون درهمی شیخ محمد بن زاید آل نهیان به این نمایشگاه هست برای برنامه های مشوق کودکان و دانشجویان اماراتی. چندی پیش خبر دومی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان رو در ایران براتون اعلام کردم که حوالی 20 بهمن بود که متاسفانه با جفای عمومی روبرو شد، متاسفانه. ولی این نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفته و همینطور بزرگترین اطلس جهان رونمایی شد. این اطلس منحصر به فرد 20 کیلوگرم وزنشه و توسط انتشارات استرالیایی میلینیوم هاوس منتشر شده و با حضور شیخ عبدالله بن زاید
آل نهیان وزیر امور خارجه امارات رو نمایی شد. در این اطلس علاوه بر نقشه ها اطلاعات مربوط به مردم و فرهنگ های مردم در سراسر جهان نیز در اون محفوظه و مدیرعامل میلینیوم هاوس استرالیایی اعلام کرده که اگر ناشری مایل به همکاری باشه میتونه برای ترجمه این اطلس تماس داشته باشه. عزیزانی که میخوان اطلاعات بیشتری در مورد این نمایشگاه داشته باشن میتونن به وبسایت کتاب ایران، خبرگزاری کتاب ایران مراجعه کنن. اطلاعات فارسی زبان اونجا هست، خیلی بهتره تا خود وبسایت اصلی هست www.ibna.ir. این هم از اخبار مربوط به نمایشگاه کتاب ابوظبی. خب اگر بریم به سراغ وبسایتمون رسول عزیز، وبسایت itngroup.tv، مثل روال همیشگی در مورد ایونتس های ایرانی اطلاعات به شما میدیم. نمایشگاه آثار مرتضی درباغی و پویا آریانپور هست در میم گالری. هفته گذشته توضیح کامل خدمتون گفتم، تا 11 اپریل ادامه داره این نمایشگاه آثار این هنرمندان از ایرانی. کلاس و سمینار استاد حسین عمومی در موسیقی سنتی ایرانی هستش که فردا آخرین روزش رو در اوستی پلازای ایرواین برگزار میکنه این استاد و میتونید مراجعه کنید. دوستان که علاقمندن، جلسه ادبی و موسیقی انجمن نویسندگان ایرانی آمریکایی برای کمک به روزنامه نگاران در یونیورسیتی آف کالیفرنیا در یو سی برکلی 7 مارچ فردا برگزار میشه و همینطور نمایشگاه آثار نقاشی هورس بندری تا 10 مارچ تا 3-4 روز دیگه در گالری الهه تهران کماکان هستش. دوستانی که علاقمندن میتونن به این نمایشگاه نقاشی مراجعه کنن و آثار نقاشی هورس بندری رو ملاحظه کنن. و نهایتاً بزرگداشت نقش زنان ایرانی در جامعه مدنی و هنری فردا برگزار میشه در یونیورسیتی آف مریلند، مریلند کالج پارک در آمریکا. فردا دوستان علاقمند میتونن به وبسایت ما مراجعه کنن، itngroup.tv، و به این صفحه بیان پرژن ایونتس و اخبار و اطلاعات مربوط به ایونت های ایرانی رو در اونجا مشاهده بکنن. هرچی به نوروز نزدیکتر میشیم به هر حال مراسم مختلفی در سراسر جهان برگزار میشه توسط ایرانیان. میتونیم به وبسایت ما مراجعه کنیم و اطلاعات دقیق رو به دست بیارید. در قسمت پایانی برنامه ضمن تشکر از شما عزیزان و دعوت که در قسمت بعدی برنامه مسابقه سینوشو رو ببینید به اسپانسری سینورون گروپ، یک بار دیگه ازتون دعوت میکنم که به وبسایت itngroup.tv همونطور که ملاحظه میکنین مراجعه کنین. عزیزانی که میخوان آگهی‌های تبلیغاتی با 4 شبکه ایران تیوی، پن تیوی، لایف چنل و تاپ تیوی، این شبکه جدید مجموعه itngroup داشته باشن، میتونن با ما در دبی با از طریق همین وبسایت تماس بگیرن و یا با آمریکا با سرکار خانم حکاک تماس داشته باشن با شماره تلفن 201-818-708-1010. بسیار خوب، برنامه رو به پایان میرسونیم این بخششو، تا بعد از آگهی ها بتونیم با سینوشو در خدمت شما عزیزان باشیم با یک کلیپ زیبا. و تشکر از رسول عزیز در اتاق فرمان در دبی، علیرضای بسیار عزیزمون در آمریکا در اتاق فرمان آمریکا، و همینطور تشکر از همکارانی که در بخش پشتیبانی تولید و تامین برنامه در استودیوی دبی به ما کمک کردن، امیرحسین و همکاران عزیزی که داره. بسیار خوشحال شدم، به امید دیدار در هفته دیگه. هفته دیگه آخرین برنامه ما در جوساب در سال 88 خواهد بود، چون هفته بعد شنبه درست 9:02 به وقت ایران همزمان با برنامه جوساب سال 9 و از یکی دو روز قبلش برنامه‌های سراسری 4 شبکه ما آغاز شده و شما شاهد ناظر برنامه‌های بسیار زیبای نوروزی از 4 شبکه itngroup خواهید بود. پس هفته آینده هم با ما باشید تا اطلاعات و اخبار جالبی از منطقه رو در خدمت شما باشیم. با این ویدیو کلیپ از شما خداحافظی میکنیم. Love اسم این ویدیو کلیپه. خدا نگهدار.
We'll be right back.